با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبهانی هستم در این روز دوشنبه، دوشنبه خوب و دوشنبه آغاز هفته است، دوشنبه 23 آپریل 2018 است و برابر است با 3 اردیبهشت ماه 1397. همین دیروز بود که داشتیم آماده می‌شدیم برای مراسم چهارشنبه سوری و یواش یواش به ایام عید، ولی می‌بینی که این قافله عم عجب می‌گذرد. به هر حال باید این ایام رو دریافت و میهن ما در شرایط خطیری به سر می‌برد. به راستی از همه جانب در تحت فشار است، هم از باب بیخردی دستگاه حاکم و هم از اینکه جهان شکل دیگری به خود گرفته است. در این روز دوشنبه فکر کردم اولین هفته ماه اردیبهشت رو بریم در کنار دوست بسیار خوب هممون آقای دکتر علیرضای نوریزاده. اجازه بدید در همین مقدمه عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به آقای نوریزاده و تشکر کنم از مهرش به میهن، از اینکه این با توجه به تمام گرفتاری هایی که این آدم داره این فرجه رو در اختیار من و ما قرار داد تا بتونیم از تجربهش دانشش استفاده کنیم. آقا درود بر شما. درود بر سعید جان بهبهانی عزیزم. من همیشه خوشحالم که با تو باشم، برای اینکه آدم هایی که پیوند به نوعی خونی در واقع میشه و با من دارن برای من خیلی عزیزن، عزیزتر از دیگران. محبت داری. طبیعتا این رابطه یه رابطه دو طرف است. همیشه در خدمت آقای مرتضی میرافتاوی که هستیم، همین حضور شما هم در حقیقت هست به خاطر همین مطلبی که اشاره کردیم. عرضم به حضور شما، میدونم گرفتاری آقای نوریزاده و ممنونم از این فرصتی که در اختیار ما گذاشتید. مهمترین مسئله من وضعیت انتخابات در عراق، نقش ایران، چه اتفاقی داره میفته. آقای سیستانی ظاهراً گفته که از تجربتون درس بگیرید، مقصودش چیه؟ چه میگذره؟ حضورت عرض کنم غیر از اینکه این حرف آقای سیستانی که توسط نمایندهشون زده شد، یک به نظر من میتونه تأثیر فوری و بسیار مؤثر بر نتایج انتخابات داشته باشه، تقریبا نزدیک 3 ماهه که در عراق جنگ بین جمهوری اسلامی و دیگر صاحبان نفوذ در عراق در ابعاد عجیب و غریبی ادامه داره و جمهوری اسلامی وقاحت رو به جایی رسوند که آقای علی اکبر ولایتی مشاور ارشد رهبر رفت اونجا و در یک مصاحبه مطبوعاتی که نمایندگان بیش از 130-140 روزنامه، رادیو، تلویزیون شرکت داشتن، گفت ما اجازه نمی دهیم که لیبرال ها و چپ ها و کمونیست ها در عراق در انتخابات برنده بشه. این جمله آقای ولایتی چنان تأثیر مخربی داشت که تقریبا میتونم بگم منهای فقط نوکران رسمی جمهوری اسلامی تو هشت شعبی، نوری المالکی، ابراهیم جعفری، اینا بقیه، حتی کسانی مثل آقای حکیم، مثل آقای مقتدا صدر، به شدت محکوم کردن این مداخله جمهوری اسلامی رو. همزمان نیروهای چپ و مستقل و لیبرال از این موضوع استفاده کردن که جمهوری اسلامی فکر میکنه عراق مستعمرشه، عراق یک کشور مستقله. خود حیدرالعبادی هم این حرف خیلی بهش برخورد، خیلی زیاد، و واکنش نشون داد. اینی که میخوام بگم با یک جمله خطا، با یک سیاست نادرست، جمهوری اسلامی تمام اون بختایی رو که داشت که وضع عراق رو به همین شکلی که فعلا امروز هست دوام بده، اون رو از دست داد. و امروز هرچه بیشتر شاهد این هستیم که حضور نیروهای مستقل و لیبرال پررنگتر میشه. منتها یه مشکلی که هست، پولی که جمهوری اسلامی داره در عراق پخش میکنه. میدونید رأی در عراق
توی بعضی از مناطق 200 دلار، بعضی جا 300 دلاره. آدمای فقیر بیچاره ای هستن که رأیشون اصلا براشون مهم نیست، اون 300 دلار مهمه. و جمهوری اسلامی سر کیسه رو باز کرده، در حالی که مردم ایران خودشون اسیر هزاران مشکل اقتصادی هستن، همینجوری داره میپردازه. نوکراش را افتادن با چمدون چمدون پول و توی روستاها و شهرهای کوچک میرن، مچ یه عدهشون رو در بین آوارگان عراقی گرفتن، آوارگان موسل، آوارگان مناطقی داعش در اونجا بوده و اینا رفتن حتی به سنی خب به... آقای نوریزاده ببخشید کلامتون رو قطع میکنم، برای اینکه برای من خیلی جالبه. خب ما شاهد سفر آقای عبادی به عربستان هم بودیم، دیدیم که اونجا هم رفتن، عربستان گفت ما همه گونه حمایت میکنیم. نقش عربستان چه میشود پس اگر جمهوری اسلامی؟ ببینید عربستان هم نیروهای خودش رو داره، عربستان هم یه گروه هایی هستن که باهاش ارتباط نزدیک دارن، به خصوص سنی ها و کردها. و اینا در حال کردهایی که یه موقع همگی پشت ایران بودن، الان بخش عمده ایشون طرف عربستان رو گرفتن، اونا هم خرج میکنن. این نیست که فقط جمهوری اسلامی خرج بکنه. آره ولی مقتدی صدر هم آخه گفت ما بیش از این که این باشیم عرب هستیم، عراقی بله، هستیم. بله، بله. خب این کجا رفت؟ دارم میگم بهتون. بله. این کاری که عربستان میکنه در واقع فقط تفاوتش اینه، عربستان اول نیروی نظامی در عراق نداره، با تفنگ اونجا نیست، با پول هست و سعی میکنه با دلجویی از این رهبران، همین بردن مقتدی صدر حکیم به عربستان، رفتن آقای حیدر العبادی، آدم های دیگه از شیعیان سرشناس، دکتر عیاد علاوی، اینا همه خب اونم برای خودش یه جبهه درست کرده. ولی جنگی که در عراق در انتخابات هست فقط بین عربستان و ایران نیست، یه طرف هم آمریکاست. آمریکایی ها ضمن اینکه در قدرت بودن شیعیان رو پذیرفتن، ولی در این حال معتقدن این شیعیان باید شیعیان مستقل عراقی باشن، نه شیعیان وابسته به جمهوری اسلامی. آمریکا به هیچ وجه نمیخواد تجربه حزب الله لبنان در عراق تکرار بشه، یک گروه شیعه تندرو بیاد و همه کار رو بلاک بکنه، بتونه تصمیم دولت رو نقض بکنه، وتو بکنه. نمیخواد این کار اتفاق بیفته. امیدشون به خود حیدر العبادیه. شخصیتی مثل دکتر عیاد علاوی با آنکه یه بار مردم او رو انتخاب کردن و جمهوری اسلامی و آقای اوباما با هم ساختند و خانه او رو برانداختند، اما در این حال چون او سکولار هست از حمایت نیروهای مذهبی برخوردار نیست. آقای عبادی خب حمایت اونا رو داره، حمایت گروه های متعدد سنی رو داره، بعضی از کردها با او هستن. اینه که جامعه و شرایط به قول معروف، و میتونه نخست وزیر خوبی برای عراق باشه اگر ترکیب کابینش یه ترکیب ائتلافی از همه مجموعه ها و گروه ها باشه. من اعتقاد دارم پارلمان آینده عراق ما شاهد حضور فراکسیون های کوچولویی هم خواهیم بود، فراکسیون های چند نفره، کمونیست ها. الان کمونیست ها با مقتدی صدر ائتلاف کردن و از یه طرف اون ائتلاف بزرگ ملی به رهبری آقای عیاد علاوی در وسط قرار گرفته و دورش یه سری ائتلاف ها هستن که اینا اگر در انتخابات ارقام قابل توجهی به دست بیارن میتونن دولت رو تشکیل بدن، یا حداقل میتونن در کابینه آینده آقای حیدر العبادی دست بالا داشته باشن. اینی که میپرسم ازتون که شیوه انتخابات در عراق به چه گونه است؟ یعنی احزاب بایستی که اکثریت بیارن، چجوریه ساختار عراق؟ در واقع یک کامبینیشن یا یه میکسچری از انتخاب مستقیم و پروپورشناله، یعنی در واقع حزبی که اکثریت رو به دست بیاره میتونه کابینه رو تشکیل بده، اما چون اکثریت به دست نمیاره ناچار همیشه احزاب مجبورن در یه ائتلاف وارد کار بشن. یعنی دفعه پیش که آقای عیاد علاوی برنده شد، آقای طالبانی که رئیس جمهوری بود در به اصطلاح تکلیف کردن به او تعلل کرد،
آنقدر صبر کرد صبر کرد تا نوری المالکی با یه ائتلاف بزرگتر اومد وسط، در نتیجه او دولت رو تشکیل داد. بعد از اون خب نوری المالکی رو بعد از افتضاحی که ارتش عراق در مقابل داعش از نشون داد و مشکلات دیگری که وجود اومد، اعتصاب ها و غیر، کنار رفت و آقای سیستانی بازگشت او رو بلاک کرد و در نتیجه حیدرالعبادی اومد که هیچ کس فکر نمی کرد روزی نخست وزیر بشه و از خودش قابلیت نشون داد و بنابراین این شانس او همچنان بالاست که دوباره دولت تشکیل بده. اگر یک فرکسیونی صاحب یک تعداد آرایی بشه، ببین میخوام بگم یه میکسچر درست کردن، در نتیجه اگر یک نفر نمایندش به علت فساد، به علت تقلب یا هر علتی کنار زده بشه، اون حزب میتونه نفر بعدی رو بیاره جاش بگذاره. این نیست که اون کرسی رو از دست میده. به این ترتیب مجموعه آرای هر گروه و حزب تعیین کننده تعداد نمایندش میشن. این در لبنان هم معموله و اینه که به نظر من خیلی سیستم خوبیه. سیستمی است که یه دفعه یه حزب نمیتونه 250 تا کرسی به دست بیاره، حکومت رو به دست بگیره و 20 سال هم تو قدرت بمونه. نه، همه احزاب مجبورن با حزبای دیگه ائتلاف کنن، حتی بزرگترین حزب. من مثلا پیش بینی میکنم که دسته آقای حیدرالعبادی 60 تا حداکثر کرسی به دست بیاره. بعد اونا تلاش میکنن با کردا یه ائتلاف داشته باشن، با گروه آقای اسامه نجیفی سنی و رئیس پارلمان آقای سلیم جبوری با اون یه دولت رو تشکیل بدن. اینه که در حال باید منتظر بود که وضع سیاسی عراق بعد از انتخابات دگرگون خواهد شد. جمهوری اسلامی در واقع بازی رو خراب کرد. اگر اینجوری مداخله نمی کرد، دوستان جمهوری اسلامی هم به پارلمان می رفتن و این وضع دو فکتویی که الان در عراق هست از جانب امریکا پذیرفته می شد، از جانب همسایگان عراق. ولی وقتی جمهوری اسلامی به فکر قبضه کردن همه قدرت افتاد، طبیعتا در برابرش واکنش نشون داده شد. آمریکا به میدان آمد، دیگران اومدن و اجازه ندادن که این لقمه عراق از حزم رابعه بگذره. یه نکته جالب تو فرمایش شما هست و اون، من اینو واقعا نمیفهمم که این آقای ولایتی چه نقشی. ما همین حرکت رو در همین سوریه دیدیم بعد از ماجرای بیرون رفتن و اینها، این آقای ولایتی بود که رفت. اگر بحث بر سر پیروزی نظامی بوده که بایستی ظاهرا همون شاگرد لودرچیه میرفته اونجا، قاسم سلیمانی اون باید میرفته. اگر بحث دیپلماتیک بوده، نماینده دیپلماسی ایران باید میرفته که باید وزیر خارجه این پسر بزازه میرفته اونجا. ولی این که این میره اونجا، این چه نمایندگی داره از طرف ایران؟ اینو نمیفهم. ببینید آقای خامنه ای آنچه در رابطه با عراق هست و سوریه و لبنان، این رو آورده زیر نظر دفتر خودش و به هر حال سپاه هم زیر نظر ایشون یا و سپاه قدس. از طریق این عوامل، این دستها، عراق و سوریه و آنچه در مورد حزب الله در لبنان هست اداره میکنه و همینطور فلسطین. قاسم سلیمانی در عراق هست، نیاز به ارسال دوبارش نیست، اعزام دوبارش، به این معنا که تشکیلات هشت و شعبی، داوطلبانی که با استفاده یا سوء استفاده از فتوای سیستانی رفتن و به نبرد با داعش رفتن ولی در این حال رفتار وحشیانه از خود نشان دادن که از داعش کمتر نبود، تجاوز به زنان سنی، ورود به خونه هاشون، غارت اموال، از این کارا زیاد کردن. چهره هایشون مثل ابو اسرائیل در برابر تلویزیون گوشت یک داعشی رو خورد، کباب کرد و خورد به همراه اون خانومی که دوستشه. یعنی از این وحشیگری ها زیاد بود و سلیمانی حضور داره در همه این صحنه ها هست. ابو مهدی المهندس و هادی العامدی رهبران هشت و شعبی از نوکران دست به سینه قاسم سلیمانی.
ولی آقای خامنه‌ای میخواست در عرصه سیاست و در بغداد یک اعلام وجودی بکنه. اونجا ولایتی وزیر خارجه عملی جمهوری اسلامی بعد اونجا بود، وزیر خارجه فعلی یعنی وزیر خارجه رسمی دولتی، این وزیر خارجه مرغوب نیست در اونجا و در این حال کسی حرفش رو نمیخونه. خیلی جالب شنیدم که جمهوری اسلامی اظهار تمایل کرده بود با سعودی ها وارد گفتگو بشه و آقای ظریف بره در آمریکا با عادل جبر گفتگو بکنه. سعودی ها پیغام داده بودن چرا ظریف ولایتی و شمخانی رو بفرستید، کسانی که از جانب رهبر مورد تاییدن، ولی ظریف مأمور بزک کردن جمهوری اسلامی است و نماد واقعی جمهوری اسلامی در وجود او و کلمات او تجلی پیدا نمی کنه. الان هم همینطور، الان در بغداد خب ولایتی باید میرفت میشست با سیاست مدارا ملاقات میکرد. اگه مثلا سلیمانی میرفت و با سیاست مدارا ملاقات میکرد از نگاه جمهوری اسلامی میتونست اثر خیلی منفی داشته باشه، ولی آقای ولایتی با کچروار و اتو زده و شیک و یقه وزارت خارجه‌ای میره با همشون ملاقات میکنه، بعدم میاد اون حرفا میزه. البته آقای سیستانی راش ندادن، ناچار با محمد رضا پسر ایشون توی هشتی ملاقات کرد و به داخل خونه آقای سیستانی هم پا نگذاشت، بلکه تو همون راهروی ورودی یه ساختمون قدیمی خیلی هم مختصر و فقیرانه یک اتاقکی دست راست هست، آقای ولایتی رو اونجا بردن و آقای سیستانی حاضر نشد با ایشون ملاقات کنه، با این توضیح که الان چون به هر حال نزدیک انتخاباته و هر نوع ملاقات من میتونه تأثیر منفی داشته باشه بهتر ملاقات نکنه. بسیار جم. اما این نکته هم نکته غریبی بود که چجوری اینا باد میکنن آقای خامنه ای رو، و این نکته برای من یک در حقیقت کلید راهنما بود که عربستان میگه که دفتر خودتون بیاد با ما حرف بزنه. این انشقاقی که در دستگاه وجود داره، پریزم آقای روحانی مثل اینکه گفته بوده که اینقدر دشمن دشمن نکنید، به فکر خودتون باشید، این دعوا به نظر کار رو به کجا میکشونه؟ صحنه داخل مملکت سعی جان من علنه دیگه، الان دعوای واقعیه، یعنی دعوای واقعی شوخی نیست. نه. این که نمیدونم اینا با هم نون قرض میدادن اصلا هم چیزی نیست. من و شما آخونده رو خوب میشناسیم، خیلی خوب میشناسیم، تازه ما آخوندهای خوب رو میشناسیم، آخونده که آخوندهای خوبی بودن خب، ولی در این حال میدونستیم اگر با هم دشمن میشدن تا کجا میرفتن. و اینکه اینا ببینید ضابطه ندارن برای دشمنیشون. شما یه دفعه احمدی نژادی که از آقای هاشمی به ما نزدیکتر است، ببینید به کجا سقوط میکنه، چه حالتی پیدا میشه. و اگر ملاحظاتی نبود و نگرانی آقای خامنه‌ای از جنای رحیم مشایی یا احمدی نژاد نبود، تا حالا سرش هم به باد رفت بود. این باورشه به نظر اینا کاملا باور، اصلا جنگیری دارن. یعنی آقای خامنه‌ای یه تاجر فرش فروش است تو بازار، هر روز یا دو روز یه بار ایشون رو میارن و میشنن با آقای خامنه‌ای رمل و سلاب میریزن و جن احضار میکنن. احمدی نژاد هم که از طریق رحیم مشایی اصلا در بس قبول داشت و رحیم مشایی همطور که راه میره ورد میخونه. و اینا میخوام بگم یه مقدار نگرانی جنهای همدیگر رو دارن. مردم شوخی میپندارن، شاید براشون خنده داره، ولی این واقعیته. آقای خامنه‌ای واقعا اعتقاد به جن داره و معتقده که آقای احمدی نژاد هم جن زده شده. لابد باید یه فیلم اگزورسیست هم از خارج کردن جن از وجود آقای احمدی نژاد ساخت. نه خب مثلا هست که آسید نخودکی مشهدی رفته بود به این گفته بود یه حرفی که تو میشوی، اینها اینا رو میشنویم، ولی اینکه دستگاه اداره مملکت رو بدن دست این بخش، این خیلی سوال برانگیزه. متاسفانه آقای بهبانی کار با عمامه و طبل شکم افتاده است. خم در این مجلس بزرگی ها به افلاطون کنه. اینو صاحب تبریزی اون زمانی گفت که تو زمان صفوی هم همین بساط تکرار شده بود. ولی واقعا دلمون باید بر احوال میهنمون بگرید. من دیروز آلمان بودم، تولد
نازنین دوستمون مهدی خانبابا تهرانی بود، 84 سالگی جمع بله شده. منم زنگ زدم بهشون دیروز. همه اهالی چپ اونجا بودن، اهالی فکر و چپ، و بامداد دیروز نشسته بودیم با مجموعه از اونا صحبت میکردیم راجع به وضع ایران و چقدر نظرات منطبق با حقیقت یا نزدیک به حقیقت شنیدم. خیلی خوشحال شدم که چپ ایران تا این حد با واقعیات داره زندگی میکنه، دچار تخیل و اوهام نیست. خیلی خوب بود، خیلی نقطه نظرهای بعضی مثل بیژن حکمت مثلا فوق العاده به نظر من جذاب بود، یا آقای دکتر کردوانی و دیگران. منظورم اینه که ببینید این دعوا واقعیه، یه دعوای جدی داره در ایران اتفاق میفته. دعوا بر سر جانشینی، آقای روحانی میخواد جای آقای خامنه ای رو بگیره، میگه هیچکی از من لایقتر نیست، ولی بدون اینکه قانون اساسی گفته باشه یا یک اصل مسلم باشه، عمامه آقای روحانی سفیده، اونجا باید ذریه زهرا بشینه، یعنی نایب امام زمان باید از جنس خودش باشه، یه عمامه سیاه و سیادت یه جور به نظرم ضرورته. خب در این حال سید محمد خاتمی خب هست، مگه اون نمیتونه این نقش رو بازی کنه؟ چرا حداقل اصلاح طلبو این امید رو دارن که آقای خاتمی رو بیارن به عنوان یک رهبر سمبولیک و نمادین، یک ملکه انگلیس، و قدرت در دست مجلس و نخست وزیر باشه. اصولا نایب اول ریاست جمهوری که گذاشتن برای این بود که اون نخست وزیر باشه، همطور هم هست الان نایب اول. میبینید در نخست وزیر فلان کشور که میاد او میره استقبالش، جهانگیری میره استقبالش، یا در بعضی از اجلاس ها که نخست وزیران در اونجا حضور دارن آقای جهانگیری میره. این در اداره دولت هم آقای روحانی وسطش پا میشه میره، آقای جهانگیری ادامه میده. اینه که خب اینو میتونن برگردونن، مقام نخست وزیر رو احیا کنن و میگم یعنی یه شاه داشته باشیم، یه رئیس جمهور داشته باشیم، یه نخست وزیر، یعنی یه شاه داشته باشیم که شاه نمادینه، بعد یه نخست وزیر، نظامم پارلمانی بشه، یعنی باز در انتخابات. نه با این شکل موجود، یعنی با این شکل موجود الان یه شاه داریم، یه رئیس جمهور داریم، یه نخست وزیر و یه نخست وزیر. درسته. اینا مثلا خواستن نخست وزیر رو بردارن که اون دوگانگی و تضاد دوران ریاست جمهوری آقای خامنه ای تکرار نشه، که موسوی یه چیز میگفت خامنه ای یه چیزی. ولی الان درسته معاون اول رئیس جمهور تابع رئیس جمهوریه، ولی الان دیدیم آقای روحانی یه دفعه جهانگیری رو به کل کنار گذاشت، یعنی در کابینه دومش خود جهانگیری هم گفت من زیاده روی کردم، به همین دلیل تا امروز رهبر رو ندیدم. یعنی آقای خامنه ای بعد از انتخابات دوره دوم روحانی در رو به روی جهانگیری بسته، به خاطر حرفایی که اون شب در مناظره زد. و حالا آقای روحانی آمده تمام مسئولیت ها رو به نوبخت معاون دیگر واگذار کرده و سخنگوی هیئت دولت. خیر، با توجه به وقتی که نمیخوام وقتتون رو زیاد بگیرم، دو پرسش دارم. یکی وضعیت سوریه است. سوریه به کدام سمت میرود؟ این ماجرای شیمیایی، چون که خیلی اخبار زد و نقیض هست. من گزارش‌هایی رو دیدم در تلویزیون‌های آمریکا که معتقدن اصلا همچی حمله‌ای صورت نگرفته، یه بازی تبلیغات. روسا هم به این پایفشاری میکنن و امروز هم گفتن که نظر این کارشناسا سعی کنید خداوکیلی باشه، بی‌طرفانه باشه. چه اتفاقی افتاده؟ منظورتون حمله شیمیایی دولت سوریه به مردم؟ بله مردم. اولا اون حمله که به طور قطع صورت گرفته، حالا اومدن روسا سناریو درست کردن، اول گفتن یه مرکز کشف کردیم که اپوزیسیون توی سلاح شیمیایی میساخت، بعد اومدن گفتن گازایی که به کار برده شده اصلا در اختیار اپوزیسیون نیست، بعد یک کمپانی بلژیکی اعتراف کرد که مقادیر متنابعی از این نوع گاز، گاز سارین و یه گاز دیگه به سوریه فروختن، به دولت سوریه، و حالا اینا مسجله که دولت سوریه این جنایت رو مرتکب شده.
ضربه ای هم که آمریکا و متحدانش بریتانیا و فرانسه به سوریه زدن باز ضربه محدودی بود که موجودیت رژیم بشار رو هدف قرار نگرفته بود، یه ضربه محدودی بود برای گوش پیچوندن، در واقع برای تو گوش زدن. اینم اتفاق افتاده. الان جریان سوریه به مرحله بسیار خطرناکی رسیده. آمریکایی‌ها در شمال و در جنوب سوریه دارن دو تا گتو یا کانتون درست میکنن که شبه مستقل باشه در داخل خودش، که کردها در اونجا هستن و یه عدد عربای چپ و سکولار. ترکا در نزدیکی مرزهای خودشون دوباره اومدن یه تیکه رو از کردها گرفتن، یه تیکه هم خودشون در اختیارشون، اونا هم بازی حضور فیزیکی چشمگیر در اونجا دارن. جمهوری اسلامی و حزب الله بیشتر در نقاطی که هم مرز با لبنان، بله در شهر قلمون و اون مناطقی که یه مقدار زیادیش هم شیعه نشین، اونا هم اون مناطق رو در اختیار گرفتن. روس ها هم که در تمام منطقه ساحلی حضور دارن، در منطقه ساحلی کاملا در اختیار روس هاست، خیلی عذر میخوام، منطقه ساحلی کاملا در اختیار روس هاست و لازقیه، بنادر، بانیاس، اینا همه پایگاه های روس هاست و یک پایگاه بزرگ هوایی هم که دارن، اونا هم در این منطقه هستن. به نوعی سوریه به صورت دو فکتو تقسیم شده و این تقسیم به هر حال به نوعی از بشار هم در دمشق و هومش و حالا داعش هم دوباره اومده نزدیک پایتخت. خیلی میگم وضع نگران کننده و خطرناکی است. اگر آقای دینیستورا موفق بشه در سفرش به مسکو، آنکارا و تهران یک نوع توافقی رو جلب بکنه که دیگه الان موقعی اونه که ژنو از سر گرفته بشه مذاکرات و یه دولت ائتلافی تشکیل بشه، بشار هم فعلا در مقام نمادین ریاست جمهوری بمانه، اگر چنین توفیقی رو پیدا بکنه به نظر من راه نجاتی است. وگرنه سوریه به همین صورت استخوان لای زخم و سوریه نیمه تقسیم شده باقی خواهد. بسیار. آخرین پرسشم از شما این وضعیتی است که آقای ترامپ در حقیقت همه رو انگوش به هوا نگه داشته. 12 ماه می قرار استش اینو امضا نکنه و بعد هم گزارش های بی خودی میگن که بعد هم میخواه حمله کنه به ایران و بزنه و نابود کنه و از این چیزا. من گوه نمی کنم صحنه رو چجوری میبینی؟ آیا امضا رو پاره میکنه؟ آقای مکرون امروز قراره به اینجا بیاید، چه اتفاقی به نظرت میفته؟ مکرون سفرش بسیار مهمه، بسیار سفر مهمی. مکرون علی رغم همه اختلافایی که با ترامپ داره نزدیکترین دوست اروپایی اوست و خیلی از هم خوششون اومده. حالا به هر دلیلی مکرون خیلی تفاوت نگاه و سیاست داره، ولی یه جوری بله میدونم از ترامپ خوشش اومده، اونم هم اینجور. اگر مکرون بتونه ترامپ رو قانع کنه در برجام بمون، ما از ایران امتیاز میگیریم، ما اون وقت یه نرمش قهرمانانه دیگه هم خواهیم دید. جمهوری اسلامی ادامه برنامه های موشکیش رو متوقف خواهد کرد. احتمال داره جمهوری اسلامی بگه بسیار خوب، من در مورد اینکه مداخله نکنم در منطقه، حوثی‌ها رو تشویق میکنم به کنفرانس صلح برن به کویت، در مقابل شما دست از سرم در مورد موشک ها بردارید، من از برد 2000 کیلومتر بیشتر تلاش نخواهم کرد و موشک های نودونگ کره شمالی رو اینجا تکرار نمیکنم که کپیش رو بسازم. این میتونه از جانب جمهوری اسلامی بشه، از جانب آمریکا هم فعلا برجام رو بیرون نمیرم. امریکا دو تا تحفظ، یعنی دو نقطه داره، یکی مسئله مداخلات ایران در کشورهای منطقه است که این آمریکا معتقده این نگران کننده است، و مسئله دوم یعنی در واقع تحفظی که اونها دارن اینه که مدت قرارداد برجام یا مدت محدودیه،
جمهوری اسلامی هم نشون داده که نرمش های قهرمانانه در جیب زیاد داره. یعنی یه دفعه شما میدید آقای خامنه ای مثلا میگویند که برای اینکه جامعه احساس راحتی بکنه و فلان، ما مدت قرارداد برجام رو به 25 سال ارتقا دادیم مثلا، یه همچین چیزی. یا ما که دوست داریم به کشورهای منطقه کمک کنیم که دچار بحران نشن، بسیار عالی، یمنی ها رو تشویق میکنیم برن صلح کنن. این نوع اتفاقا میتونه بقای آمریکا رو در برجام تضمین کنه. البته جناح دست راستی های اسرائیل به این رضایت نخواهند داد و هر روز لابیگری خودشون رو علیه جمهوری اسلامی در جهت سوق دادن آمریکا به یک جنگ بیشتر خواهند کرد. یه نکته به نظر من قابل تأمله و اون این است که اسرائیل گیوه رو بر کشیده که کار حزب الله رو بسازه، کارش رو تموم کنه. در این زمینه اگر ابعاد حمله اسرائیل به حزب الله خیلی ابعاد گسترده‌ای باشه، ویرانکنی و بنیان برکنی حزب الله هدفشون باشه، جمهوری اسلامی گزینه‌ای نداره که این بچه‌ای رو که به طریق سزارین علی اکبر محتشمی از شکم جنبش عمل کشید بیرون مراقبت کنه، محافظت بکنه. 11500 تا موشک داده به حزب الله، 10 تا از اینا هم به اسرائیل بخوره، اسرائیل دست به یک عمل جنون‌آمیز خواهند زد. هیچ بعیدی نیست اسرائیل تمام دستاوردهای 100 ساله ایران رو نابود کنه و این خطرات همچنان هست. امیدوارم آقای ترامپ در این مورد مصالح ملی آمریکا رو با این عینک ریزبین نبینه، بیشتر گشاده بین باشه، فردا رو در نظر بگیره، نسل بعدی ایران رو، ایرانیان رو در نظر بگیره. ممنونم از شما، سپاسگزارم. پس بنابراین شما هم نگاه خودت رو این گونه تعریف کرد. آقای از این فرجه رو در اختیار ما قرار دادی، از شما نهایت سپاس دارم. سوالات بسیار است اما بازم با هم حرف میزنیم. آره، گرفتاری شما. ممنونم از سپاس. متشکرم از این فرصت. بها دوستان، شنیدیم فرمایشات آقای دکتر نوریزاده رو. آقای نوریزاده صد مقابل من گرفتاره. همین داشت قبل از اینکه برنامه شروع بشه داشت گلایه میکرد و از تلفن پشت تلفن پشت تلفن تلفن میگن خب آقا برنامه تموم شده دیگه، مالکی آزادی. نه آزاد نیست، آزادی به جای آزادی. به حال از اینکه برنامه رو دنبال کردید از شما نهایت سپاس دارم. خواهش میکنم سایت میهن تیوی یعنی www.mihantv.com رو به دوستانت معرفی بکن. لینک ها تو شبکه های اجتماعی قرار میگیره، ما توش وضعیت خطیری هستیم. بیرو دروسی برای شما بگم مشکلات من زیاد شده و خیلی فشار میارن به ما از جوانب مختلف. یادم روزی که کار رو آغاز کردم بارها این تیکر رو گفتم، هی گفتن که آقا این جلویز فشار می آورد که آقا شما نمیخواد خودتون به همچین سرور بد میدیم اینا. گفتم خب اگه قطعم کردی چی؟ بعد مردم من کجا پیدا کنن؟ هر روز اول هی از این پیشنهادات خوب در شهر به این الله شد ولی باقرزاده نپذیرفت و ایستادیم. گفتیم آقا میان تیوی خودش مستقل. امروز میان تیوی توی رکو هست، یعنی توی تلویزیون میتونی قشنگ رو صفحه تلویزیون مثل هر کانال آمریکایی در کنار کانال‌های آمریکایی ما رو هم ببینی. رکو هیچ دستگاهی مثل اپل تیوی. اپل تیوی اول که اومد به خاطر اینکه اپل این دستگاه آیپد رو درست کرده بود خیلی یهو بوم کرد، ولی ایستاد همونجا، متوقف شد. روکو که در حقیقت این کار رو اومد محکم با سرمایه عظیم اومد دنبالش، امروز تعداد بیشتری از این دستگاه ها رو فروخته. شما میتونید توی همین ROKU www.ROK
KU میتونید دنبال کنید .com برید روکو تو کشورتون ببینید چیه، بعد اون رو میگیری اینترنت رو بهش وصل میکنی، دسته تموم کار و میتونی کیبل و تلویزیون تو قطع کنی، همه رو از روی روکو ببینی با قیمت های بسیار بسیار ارزانتر. الان دایرکت تیوی تلویزیون به شما میده 200 کانال میگه $30 در ماه. خب برو اونو بگی چرا میخوای $150 بدی به کمپانی های بزرگ. علی حال موضوع ما نیست، موضوع ما اینه که ما تحت فشاریم و ما میخوایم همیشه تلاشمون برای این بوده که میهن تیوی مستقل بماند. اگر اون قطع کرد میهن تیوی سر جاش هست، خیلی تلویزیون ها اومدن دیگه نیستن امروز، ولی میهن تیوی هست. از 2009 تا الان فکر کنم 10 سال دیگه، 10 سال داریم این کارو انجام میدیم و بنابراین سایت میهن تیوی رو به دوستانت معرفی کن، www.mihantv.com. با پیوستن به این شبکه های اجتماعی فیسبوک، توییتر، گوگل پلاس، نمیدونم کانال تلگرام، اینها ما لینک ها رو اونجا قرار میدیم، شما مهر کن اونا رو شیر کن دوستانت ببینن. اپ میهن تیوی یادت نره، اون اپو برو تو اپ استور حتما این کارو بکنید، یه دقیقه کارشه، اون دکمه اپ استور رو بزن بنویس میهن تیوی، سریع میاد بالا، اینستالش کن آسان خواهد شد. در مورد وضعیت مالی هم طبیعتاً بدون حمایت شما کار پیش نمیره. امروز میکائیل عزیز یه ایمیلی زده بود که آقا برنامه دوشنبه، برنامه جمعه برنامه خوبی بود، توضیح خوبی دادی. به هر حال این خواستم اینو به عرضت برسونم، شرایطمون خوب نیست، فشار روی من خیلی زیاده، روی میهن تیوی خیلی دارم فشار میارن، من نمیتونم همه رو برای شما بگم، ولی همجوری دارم بهت میگم که فشار زیاده. بنابراین سایت میهن تیوی رو به دوستانت معرفی بکن، لینک ها تو شبکه های اجتماعی قرار میگیره، این شبکه ها مثل فیسبوک و اینا دیگه همه عضو بشید، لینک ها اونجا هست، اون رو لایک کن، شیر کن، کمک کنید، کمک کنید بذارید از این پیچ رد بشیم. متشکرم.